با سلام به دوستانی که در استودیو هستند و همه بینندگان و شنوندگان، من باید یه توضیح بدم در مورد اینکه چرا ما به این فکر افتادیم که در هر حال کمپینی درست بکنیم به خاطر صلح و آزادی. من لازم یه توضیح بدم در مورد اون چی که در اندیشه من بوده همیشه، در که در مورد جنگ و خونریزی. من باید یادآوری بکنم که اولین جنگی که دیدم، البته جنگ جهانی دوم، نسیم اون رو احساس کردم و وقتی متفقین به ایران در سال 1920 حمله کردم، من یه بچه 7-8 ساله بودم و عرض کنم که حمله متفقین به ایران موجب این شد که وضع مردم واقعا به هم ریخت و مردم دچار نوع قحطی شدن. من درست خاطرم هستش که نونوایی ها آرد نداشتن، به جای نون به مردم سیب زمینی میدادن یا بعدا نون سیلو میدادن یا قند و شکر اصلا به گیر نمیاد، بعد سایر اقلام خوراکی و غیره. و تو این جریان یه دم خانه‌ها سوء استفاده میکردن با این خرید و فروش کوپن و بعدها این کوپنی ها همه کمپانی شدند و این آثار در من بود، چون که انقلاب صورت گرفت و یه مسائلی در مملکت مطرح شد به نام صدور انقلاب و غیر و غیر و که اینها در حال تحریک کننده بودش و هم تحریکات موجب شد که یه قلدری مثل صدام اینا رو بهانه بکنه و به ایران حمله بکنه و جنگ 8 ساله اتفاق افتاد. حالا قبل از این از کنم داستان سفارت اشغال سفارت آمریکا و از کنم حمله به دانشگاه ها و بستن دانشگاه ها و اینا پیش اومده بود، یعنی زمینه رو آماده کرده بودند. در جنگ 8 ساله من حدود 9 ماه بیرون بودم، بیرون از زندان بودم. بعد از در تیر ماه دستگیر شدم، 5 سال از دوران جنگ رو در زندان گذروندم و عرض کنم که عوارضی که جنگ بیرون در زندان ها داشت برای من بسیار ملموس بودش. یعنی جنگ یک بهانه‌ای شده بود برای اون کشتارهای عظیم دهه 60 و هر چی رو میگرفتم در از من بهانه‌های مختلف که شما داریم جنگ میکنیم با بیگانگان، شما عامل بیگانه هستید، از این مسائل و مطالب. و من قشنگ خاطرم باز هست که ما در قزل حصار بودیم، شبها این هواپیماهای سال 65 اینا هواپیماهایی که میادن طرف ایران چراغشون از میافتیم در پنجره میدیدیم، از کرج حرکت میکنم میان طرف تهران و اون بمباردمان ها و از کنم که اون مسائلی که پیش اومد. در هر حال رنجی که همه ملت ما برد از این جنگ، در این یادداشتی که ما نوشتیم بهش اشاره شده. خب این مسائل در من بوده و این از کنم که نگرانی از جنگ و این زمزمه هایی که اخیراً پیش آمده در سراسر دنیا که اسرائیل میخواد به ایران حمله کنه، آمریکا میخواد به ایران حمله کنه و خلاصه مسئله جنگ یک نگرانی بسیار عظیمی شده برای مردم ایران. این بود که من به طبع عده از دوستان سعیم شد که از همه گروه ها باشن و اصلاً که چون مرد در هر حال اگر جنگی بشه دیگه جنگ بوم موشک نمیگه که تو چپی تو راستی تو ایرون اصلا مسلمونی شیعه سنی، همه مردم رو در بر میگیره. برای ما سعی کردیم که از همه گروه ها در این جریان باشن و دوستان محبت کردند و این رو امضا کردند و من این رو چه نکترم اشاره بکنم به مردم ایران و به مردم به ایرانی هایی که خارج از کشور هستند، این بار جنگ را سرسری نگیریم.
همه میدونیم که اگر جنگی خدای نخواسته درگیر بشه، این جنگ دیگه مثل جنگ های گذشته و جنگ 8 ساله اونه نیستش، این جنگ الکترونیکه دیگه. یه احتیاج به نیرو فرستادن و سرباز با فشار دادن یه دوشو ممکن چندین محب کن تا یکم بکنن. در هر حال با توجه به این نگرانی هایی که در مردم بود و این زمزمه هایی که میشد و تحریکاتی که در خارج و چه در داخل، ما از تحریکاتی در خارج اون کسانی که در هر حال از جنگ ممکنه نفعی ببرن بشن، باید از اون غافل نباشیم. این حس بودش که این که نامه تهیه شد و این کمپین تشکیل شد و تقاضا کردیم از مردم ایران چه در خارج چه در داخل که به این کمپین بپیوندند و به حاکمان هشدار بدن که موجودی اعمالی که تحریک کننده باشه بهانه بده، همونطور که در سال از کنم که 58 59 مثلا هم بهانه دادیم به صدام که اون سوء استفاده بکنه از این مسائل، دو مرتبه باز این بهانه ها رو این مسائل رو بهانه بکنن و ملت ما رو به از کنم که دیگه معلومه بعد از این چه خواهد شد، به خاک سیاه و از کنم که مخروبه آقای دکتر. یه سوال کوتاه، پاسخ کوتاه بفرمایید که بعد با آقای نوری‌زاده هم می‌خوایم صحبت بکنیم. در این یک ماهی که کمپین رو افتاده، آیا فشاری بر شما اعمال شده؟ فشارها بیشتر شده؟ شما بالاخره تجربه سالها زندان رو هم پشت سر گذاشتید. ببینید، فشار بر من همیشه هستش و من الان یه فرصت شد در بگم که الان فشارها چگونه هستش در مگر، اما فشار اینکه من بگیرن و عرض کنم اینا نیستش دیگه، همین فشار نبوده. و اصولا تا اونجا که من اطلاع دارم در رسانه های داخلی، چه روزنامه ها چه عرض کنم که این بسیار رسانه های عمومی، در این مورد اظهار نظر یا حمله ای به عرض کنم امضا کنندگان بشید نشده، یا من نمیدونم، یعنی از کنم که در این مورد سختگیری نشده. در مورد شرکت پایین مردم در این کمپین، همونطور که آقای نوری‌زاده فرمودند، محیط ما محیط وحشتناکی است و رو به وحشتی که اینها در مردم ایجاد کردند خواه و نخواه اثر داده. مردم واقعا از هر کار اجتماعی میترسن، نگرانن، برای این که میبینن که اینا از هیچ جنایتی خودداری نمی کنن. من خودم از کردم در قسمت اول که من در سال 60 در 60 و 65 در زندان های ایران واقعا مسائلی دیدم، چیزهایی دیدم، خشونتهایی دیدم که وحشتناکه. من تاریخ مقدار مطالعه کردم، از داستان استالین، داستان هیتلر، داستان واقعا بی نظیره. خب این مردم دچار ترس و نگرانی هستن. اما یه نکته ای که من میخوام از کنم که خطابم با آقای نوری‌زاده هستش این است که جناب نوری‌زاده، استاد عزیز بنده، عرض کنم که شما از وکلا توقع نداشته باشید امضا کنن، برای که اونا خودشون عرض کنم که منافعی دارن در این مسائل. خیلی از اینا منافعی دارن در اینکه جنگ بشه دو مرتبه. باز مگه اون چه الان دارن این برج ها، این ساختمان ها، این عرض کنم که اون چه این ثروت های کلانی که چه به خارج منتقل شده در خارج وجود داره، اینا مگه مالی کیا هست؟ مال همون هست که از جنگ از کنم که بهره بردند و بهره گرفتند و سوء استفاده کردند و یک نسل رو نابود کردند، بهترین فرزندان این مملکت رو فرستادند به جبهه ها از کنم که و خودشون اون کنار وایسادند و اون برنامه های مختلفی که انجام دادند و الان هم اصلا مملکت رو متعلق به خودشون میدونن، میگن ما جنگ کردیم و در جنگ هم خودشون رو هنوز پیروز میدونند و وارث مملکت خودشون میدونند. از اونها زیاد نباید توقع بشه. من توقعم از دوستان از کنم ایران هستند، اصلاح طلب ها در داخل در خارج،
من کمتر نام اینها رو دیدم که پای این مسئله اصلا که امضا بذارن و نظر بدن و مخالفت بکنن. ببینید بس این نیست که همه اونهایی که اینا امضا میکنن موافق باشن، مخالفت کنن، حتی فوش بدن به اصلا که کسانی که این فراخوان بشن. متاسفانه این دوستان از خانم که نمیدونم کجا هستن. من یه نکته ایرم عرض بکنم، البته آقای نوریزاد و آقای پیمان در ایران هستند، عرض کنم که میدونن وضع مردم و مشکلات مردم. اینها هر در داخل این حاکمیت هر چیز رو بهانه میکنه، عرض کنم که دروغ سازی میکنه. شما شنیدید که خانم هاشمی گفته بود که ما دارو نمیتونیم وارد کنیم اونا، در حالی که مقامات خود وزارت بهداری گفتن که آقا بودجه لازم دولت در اختیار ما نمیذاره، چون داروها در تحریم نیستش، در اختیار نمیذاره که وارد کنن. وضع مردم از نظر دارویی و از کنم که حالا قضایی هم هست وحشتناکه. من فقط مثال میزنم، ما سوادم تا میزنم راجب خودم. بنده میدونی که باید هر چند وقت به چند وقت یه آمپول مخصوصی بزنم به دلیل بیماری خاصی که دارم. من اون هفته نوبت زدن آمپولم بودش، خودم و بعضی از دوستان یک هفته تمام داروخونه های شهر رو عرض کنم هلال احمر و این ور اون ور رو زیر رو کردیم تا بتونیم این آمپول رو گیر بیاریم. همه جا میگفتن نیست، نمیذارن وارد بشه، وارد نمیشه، تا اینکه بالاخره با عرض کنم که پارسی بازی اونا یک از داروخونه تونسته میگیریم، قیمت 3 برابر قیمت قبلی. ببینید وضع مملکت به اینجا رسیده. این تحریم ها که همش عرض کنم که ناشی از این تحریکات و از این حرف ها و از این صحبت ها و از این عرض کنم جلسش به سر مردم، واقعا برای مردم روزگاری درست کرده که اصلا قابل توصیف نیستش. بنابراین من نمیدونم این کار چه خطری داره که آقا ما از حکومت میخوام بهانه نده دست از کنم که بیگانگان یا دست اون کسانی که در داخل، بله منم معتقدم در داخل خیلی ها دنبال جنگ هستن، دنبال یا فضای جنگی هستن برای سوء استفاده خوبشت، بیان این امضا کنن بگن آقا ما صلح میخوام، ما عدالت میخوام، ما از کنم که ما خشونت رو با مخالفیم. این چه خطری داره، چه ضرری داره، به خصوص برای اونایی که ادعای رهبری و از کنم که هدایت مردم رو دارن. بنابراین من میخوام از این دوستان واقعا گله بکنم که نمیدونم حالا اگر خطری هم وجود داره به خاطر ملت، به خاطر مردم، به خاطر این که واقعا این مملکت نابود نشه، باید خطر کرد دیگه. آقای ملکی این دو سوال اگر میشه کوتاه پاسخ بفرمایید. اونم این که عده‌ای در درون حاکمیت جمهوری اسلامی اعتقاد دارن که کشور پیشاپیش در یک جنگ هست و این جنگ هم جنگ اقتصادیه. آماری هم روزنامه مردم سالاری امروز منتشر کرده که گفته به نقل از پژوهشکده علوم و صنایع غذایی که 3,750,000 نفر در ایران از گرسنگی رنج میبرن. اون تصویری که شما در داخل میبینید همینه، فراتر از اینه و واقعا جنگ اقتصادی اون چیزی که به نظر شما دولت و حکومت عنوان میکنه، شما از اون چه برداشتی دارید؟ ببینید من چون در داخل کشور هستم و با توده های مردم تماس دارم و هر روز در هر حال برای این برامر رفتن اتوبوس سوار میشم، مجرد میشم، واقعا مردم نگران هستن، واقعا مردم ناراحت هستن. این مشکلات اقتصادی کمر مردم رو خورد کرده و شما دیدید که چند روز پیش فقط بازار تعدادی از بازاری ها حرکت کردن، تعدادی بازاری بودند و اون جمعیت عظیمی که بودن پیسرست این توده های مردم بودند و از وضع ناراحتن. البته بعد دیدیم که آقای خامنه ای اونجا نشسته توجه میکنی 4 بازاری اومدن دادن، 2 پیت آتیش زدن به ایشون. همیشه قضاوت هاش در مورد اتفاقاتی که در مملکت میفته همینجوری هستش دیگه. اون جریان سال 88 میلیون ها مردم ریختن تو خیابون و اعتراض کردن، در حقیقت اعتراض به ایشون بود، به شخص ایشون بود، گفتن اینا فتنه گرن و اینا از بیگانه الهام میگیرن و اینا نمیدونم بسیج رو نمیدونم به بلوره بستن، از این حرفایی که واقعا به نظر من سطح یه قاض هستش.
در هر حال شرایط مملکت واقعا من مثال خودم رو زدم، شرایط مملکت بسیار بسیار من آقا بذارید رو بگم، بذارید همه بشنون. من در نزدیک 900 هزار تا 1 میلیون تان دارم حقوق میگیرم بعد از 50 سال تحقیق و چیز برمه استاد دانشگاه. من درمان بیش از نصف حقوق ما دارم پول دوا و درمان دارو و پزشک میدم. شما حساب کنید یه کارگر یه اصلا که دیگران و اینو در چه شرایطی در مملکت هستن. در هر حال من به عنوان جمله آخر از مردم، از روشن فکر، از فرهیختگان که در داخل در خارج میخوام که این کمپین رو تقویت بکنن، در مقابل دولت ترس از خودشون بریزن. وقتی اینا میترسن از کنم که وقتی اونا میترسن خب خلا خواب نخواب مردم هم میترسن دیگه و نباید ترسید. اگر واقعا کسی به فکر مردم هست، به فکر سعادت و خوشبختی مردم هست، باید ترس رو کنار بزن. والا اصلا که این اعتقادی بود که من همیشه داشتم که این حاکمیت بشید در از این 3-4 سال نشون داد که اصولا جو زمان زور رو از کنم که زدن و کشتن و زندان کردن این حرف ها هیچی داشت. من میخوام در پایان این نکته رو عرض بکنم به همه هموطنانم، به همه خواهرانم، به همه برادرانم در ایران. یه مقدار این برنامه ایجاد ترس حکومت رو بشکنید. باور کنید که اگر شما بیایید وارد صحنه بشید، اینها خیلی ضعیفتر، خیلی سستر، خیلی ترسوتر از این هستن که مقاومت بکنن. یه مقداری عرض کنم که در هر حال چون مسئله حیات و ممات مملکت هستش، استدعا میکنم یه مقداری وارد صحنه بشید، وارد میدان بشید و حق خودتون رو که آزادی و صلح و عدالت هستش از این حکومت بگیرید.